امروز خامنه ای بعد از نماز عید فطر با اذعان به تشدید تضاد در بالاترین سطح رژیم گفت قوای سگانه باید با هم به طور کامل همکاری کنند، مانع همدیگر نشوند. وضعیت رژیم در سال جدید چگونه ارزیابی میشه؟ از طرف دیگه با از سرگیری قیام در زاهدان، در حال حاضر قیام مردم ایران در چه مرحله ای قرار داره؟ آیا رژیم با سرکوب و ترفندهایی مثل حجاب اجباری و مسموم کردن دانش آموزان میتونه قیام رو برای همیشه متوقف کنه؟ راه شعله ور کردن قیام و استمرار اون چیه؟ برای پرداختن به این موضوعات و سوالات دیگری در همین زمینه دعوت کردیم از آقای محمدرضا مرادی تا مهمان گفتگوی این ساعت ما باشن. آقای مرادی خیلی خوش اومدید و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی برنامه‌تون. خیلی ممنون. ابتدا با هم خیلی کوتاه قسمتی از صحبت‌های خامنه‌ای رو در روز عید فطر بشنویم، بعد من سوال اول شما رو بپرسم. یک راهبرد بسیار مهم و اساسی همکاری مسئولان کشور در نیروهای سگانه است. به حمدالله همه اینجا حضور دارید، آحاد مردم هم که به حمدالله تشریف دارند و بعد هم در سرتاسر کشور این سخن را خواهند شنید. قوای سگانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، همافزایی کنند. قانون اساسی ترتیب خوبی داده است برای تشکیل این سه قوه. اگر چنانچه این سه قوه با هم به طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکنه، مانع همدیگر نشند، راه رو برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. خب بله. آمیدی چرا میگفت خامنه ای که نباید مانع همدیگه بشن سه قوه سرانشون؟ ببینید اگه بخوام خیلی خلاصه براتون بگم، این به بهترین شکل ممکن اعتراف به شکست پروژه‌ای که از سال 98 با آوردن خود رئیسی به صلاح کلید خورد. بعد از جمع‌بندی که خود خامنه ای از قیام 98 داشت، به این نتیجه رسید که تنها راه برای حفظ و بقای نظام مسئله سرکوب. خب الزام سرکوب هم یک دست کردن رأس و بالای نظام، به همین خاطر باند اصلاحاتی رو به هر حال به اون شکل فجیع سلاخی کرد و خب رئیسی و بعدم متعاقب اون برای یک دست کردن حاکمیتش یک پاسدار جنایتکار و یک دشخیم و یک جلاد رو در سر رأس قوه نشوند که اگه بخوام خیلی براتون بگم اینها نزدیکترین افرادی بودن که به شخص خامنه ای بودند و اینها رو در رأس سقوه گذاشت و به این اعتبار که میتونه به اعتبار حضور چنین افرادی و هر حال دستگاه سقوه نظام رو یک دست کنه. و الان خب چنین اعترافی که داره میکنه خیلی جالب هستش، یعنی اعتراف کامل به شکست هستش، یعنی کسایی که نزدیکترین افرادش بودند و مطیع ترین افرادش بودند و کسایی بودند که دم دست ترین افرادش بودند به این روز افتاده که دیگه شقه و شکاف در درونشون اونقدر بالا گرفته که دیگه خامنه ای ناچار شده این رو در علن بیاد چه کنه، مطرح کنه. به همین خاطر این صحبت کوه یخی است از شقه و شکاف و تضادهایی که در بدنه این نظام الان قرار داره. خب روز گذشته علیرغم یک ماه سکوت، اما یه بار دیگه شاهد بودیم که تظاهرات توی زاهدان اوج گرفت و زاهدان در واقع به پا خواست با شعارهای علیه خود خامنه ای. پیام یا معنی اون چیه؟ ببین وقتی ما صحبت از قیام میکنیم، ببین قیامی که ما مردم ما بخصوص در سال 1401 سال گذشته به طور مشخص سپری کردن، یک دستاوردهایی داشته که این دستاوردها ما نمیتونیم از کنارش رد بشیم. نکنیم ما وقتی صحبت از قیام میکنیم، قیام و هرچی قیام هایی که توی بخصوص از 96 به این طرف سپری شده، قیام ها یکی بعد از دیگری گسترده تر، عمیق تر، رادیکال تر به پیش رفته. هر قیامی که سپری شده، هر قیامی که اومده جلو، مردم و مقاومت قوی و قوی تر و رژیم به طور واقعی توش ضعیف و ضعیف تر بیرون اومده. از طرف دیگه خب وقتی ما صحبت از قیام میکنیم، قیام ها بر اساس یک سری واقعیت های در درون جامعه جرقه میخوره و آغاز میکنه حرکت خودش رو به سمت سرنگونی. خب هیچ یک از تمام تضادهایی که جرقه ساز قیام بوده در تمام این مدت به صورت مشخص در حال حاضر حل و فصل نشده و از چیزی
از جامعه ایران با قانون تضادی کنار نرفت. همه مشکلات باقی مونده. به همین خاطر دقیقاً، به همین خاطر که شما مجموعه عوامل رو کنار هم بریزید، خب به طور قانونمند و به طور طبیعی ما میتونیم بگیم که این قیام استمرار پیدا میکنه، این قیام پایان یافتنی نیست، این قیام امکان بازگشت به گذشته رو به طور واقعی قبل از شهریور سال گذشته رو چیه نخواهد داشت. به همین خاطر فراد و نشیب های مقطعی تاکتیکی کوتاه مدت وجود داره، ولی اساساً این آتش زیر خاکستر به هیچ وجه قابل خاموش کردن نیست و چون که تضاد قیام حل و فصل نمیشه، اتفاقاً این آتش ها در زیر این خاکستر آماده میشه و دوباره با یک جرقه دیگه دوباره فوران میکنه و سر باز میکنه. و اگر شما نمونه هایی رو میبینید که این روزها ما شاهدش هستیم یا در پریودهای مختلف شاهدش هستیم، دقیقاً به این علت که این قیام سر باز ایستادن نداره و قیام مطلقاً خاموش شدنی و خاموش کردنی نیست. خب این قیام که شما الان گفتین سر بازی ایستادن نداره، به استناد فاکت هایی که گفتین از تضادی که شده حل نشده، خب تو چه مرحله ای قرار داره؟ ببین من میخوام بیام یه مقدار در این قیام رو سرفصل رو بگیریم از شهریور سال گذشته تا به الان. اگه من بخوام به صورت کلی بگم، اینو من به دو فاز تقسیم میکنم. یه فاز اولی بود که به هر حال با موفقیت و با پیروزی به نتایج مطلوب خودش رسیده و الان ما وارد فاز دوم این قیام به طور واقعی قرار گرفت. در فاز اول قیام خب با اسارتی که خب سر مرگ بسیار مظلومانه خواهرمون مهسا استارت خورد، خب یک دمل چرکینی در جامعه باز شد، سرش یک انفجاری صورت گرفت، یک جرقه خورد به انبار باروت خشم و نفرت و کینه مردم ایران و به هر حال همه به صورت عصیانی چیکار کردن؟ به کف خیابون اومدن. خب متعاقب اون قضیه خب رژیم و دستگاه سرکوب رژیم دچار غافلگیری خیلی زیادی شد در برابر این هجومی که در جامعه وجود داشت. اما خب بر اثر زده خورده‌ای که شد، بر اثر طول زمان، بر اثر پروسه‌ای که طی شد، رفته رفته دستگاه سرکوب چیکار کرد؟ با چارچوب‌هایی که به هر حال خودشون داشتن برای سرکوب، با مرز سرخ‌هایی که داشتن برای سرکوب، به خصوص مرز سرخ کشتاری که داشتن برای سرکوب و خب و راه کارهایی که ارائه کرده بودن، اینا اومدن چیکار کردن؟ برای یک مقطع اون قیام و اون حرکت عظیم خودجوش اعتراضی مردم رو چیکار کردن؟ تونستن توش با کمک به هر حال دار و دسته بچه شاه و استعمار و ارتجاع و هر حال که الان بحثش الان صورت مسئله ما نیست، چیکار کنن؟ یک توقفی به اون به طور مقطعی بزنن با جریان‌های انحرافی در واقع. خب متعاقب این قضیه، اگر اون قیام میخواست استمرار پیدا کنه، میبایست از نقطه به اصطلاح کمی رشد کمی خودش به جهشی میکرد، چون که در برابر خودش یک دستگاه سرکوب اوریان و بسیار جنایتکارانه رو داشت که به قول معروف هیچ گونه نیروی هیچ گونه اعتراضی رو تحمل نمیکرد. خب در برابر این تعادل قوایی که در فاز اول داشتیم بین نیروی اعتراضی که کف خیابون و دستگاه سرکوبی که توسط این رژیم با 30,000 حداقل دستگیری و اون جنایتی که خب حتما شما اخبار شنیدید در زندان‌ها و در جاهای مختلف و اون کسافتکاری‌هایی که به طور مشخص انجام دادن، در این قوای نابرابری ما در فاز اول قیام در پایانش مواجه بودیم که دستگاه سرکوب میتونست چیکار کنه؟ بر نیروی اعتراضی که اومده کف خیابون چیکار کنه؟ غلبه پیدا کنه. خب برای استمرار این قیام باید دستگاه قیام بالغ میشد، خودش رو ارتقا میداد به یک جنبش سازمان یافته سراسری همراه با آتش سازمان یافته که بتونه مقابله کنه با کجا؟ با دستگاه سرکوب. خب متاسفانه به دلیل همکاری استعماری و ارتجاعی بخشی از نیروهای خائن به این مردم، خب اومدن کمک کردن و با طرح شعارهای انحرافی، با طرح خشونت پرهیزی، با طرح اینکه به هر حال جنبش بی هزینگی، با طرح اینکه به هر حال سرنگونی رو بذاره کنار، خودش فروپاشی، خودش میفته و و و از شب تا صبح آب پاشیدن روی کجا؟ روی آتش. این آتش قیام به هر حال. خب خوشبختانه همون چیزی گفتم، خب این قیام قیامی نبود که بخواد با این آتش ها خاموش بشه، ولی به هر حال اینها ضرباتی زدن و قیام در فاز اول به اون نقطه رسید و الان خب وارد فاز بعدی خودش. حالا ما برمیگردیم سر همین جریان انحرافی و شعله قیام، ولی مشخصا الان رژیم یک موج سرکوبی رو شروع کرده از حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان.
میتونه با این موج سرکوب قیام رو مهار یا متوقف کنه برای همیشه؟ ببین من اینجا یه چیز نکته خیلی مهمی رو من به شما بگم. خیلی خامنه ای و این رژیم تبلیغ میکنن، به خصوص اگه شما به صحبت های خامنه ای در روز اول عید در مشهد مراجعه کنید، به صراحت تمام میگه که ما قیام شهریور ما رو با سیلی یعنی با سرکوب چیکار کردیم؟ متوقف کردیم. و بعدم میگه که ما قیام های پیش رو هم که قطعا هست باز هم با چیا میکنیم؟ با سیلی و سرکوب چیا میکنیم؟ متوقف کنیم. یعنی نکنید داره این رو حقنه میکنه، داره این رو میسرونه، داره این رو به هر حال نهادینه میکنه که دستگاه سرکوبی وجود داره که تونسته قیام رو متوقف کنه یا قیام های بعدی رو هم متوقف کنه. در صورت واقعیت مطلقا این نیست. دستگاه سرکوب رژیم توان هماوردی با نیروی رزمنده و شورشگر جامعه کنونی و قیام کنونی رو نداشته و نداره. به همین خاطر اون چیزی که عاملی که باعث شد به هر حال اون عنصر بود که اون جریانات انحرافی بود که اومدن توی قیام به هر حال نشت کردن و باعث این به اصطلاح کوتاهی ها و این مقطعی شد که الان توضیح بهتون دادم. بنابراین الان خامنه ای دستبستگی های بسیار زیادی هم ناتوانی دستگاه سرکوبش بسیار برجسته شده و بارز شده توی این دستگاه قیام شهریور ما تا به الان و هم اون مرز سرخ هایی که داره که خب مرز سرخ ها کشتن و این کشتارهای مثل قرن 98 رو داره به طور واقعی و مجموع اینها دست و بالش رو بسته نمیتونه اون سرکوبی رو که میخواد چه کنه انجام بده، چرا که میدونه اگر بخواد وارد چنین هیته از سرکوب بشه خودش به ضد خودش تبدیل میشه. چرا؟ چون که نیروی مهاجمی که در صحنه هست، نیروی قیامی که در صحنه هستش تبدیل میشه به سوختی برای افزایش کجا؟ برای قیام. به همین خاطر بسیار هوشیارانه با حساب کتاب چه میکنه در دست مسیر سرکوب داره حرکت میکنه. خب این چیزهایی که میبینید از قبیل مسئله حجاب و مسئله نمیدونم مسمومیت دختران همه و همه برای اینه که یک دوزی رو یک سقفی رو از سرکوب رو بر جامعه بر بالای جامعه سطح جامعه حفظ کنه که بتونه صورت مسئله جامعه رو تغییر بده، جامعه سطح درگیریاش با رژیم در همین حد باقی بمونه به قیام بالغ نشه. به همین خاطر این خب بسیار واضحه، اولا کاملا موضع تدافعیه، کاملا موضع ضعف و ذلت هستش که وارد چنین هیتایی میشه و یک حاکمیت ببین به چه روزی بعد رسیده باشه که وارد چنین مسائلی با مردم و ملت خودش بشه. یعنی این به همین خاطر من نظر من برای منافع بسیار مقطعی و تاکتی و کوتاه مدت میتونه داشته باشه ولی همین اینها تماما به ضدش تبدیل خواهد شد و در گام بعدی در خدمت خیزش و قیام بعدی به کار خواهد گرفته شد. خب الان شما صحبت از قیام بعدی کردید. بله. در واقع چشم‌انداز شعله کشیدن این قیام. قبلش هم از موانع یا به عبارتی راه‌حل‌های انحرافی که مطرح شد این مدت توسط رژیم و وابستگان خارج نشینش و استعمار و همه اینا خب که همه اون به چش دیدیم. به نظر شما راه اصولی و واقعی برای سرنگون کردن رژیم چیه و در چه صورتی قیام یک بار دیگه شعله میکشه و راه شعله بر کردن قیام و استمرارش چیه؟ ببینید ما وقتی صحبت از راه حل میکنیم ما توی یک فضای مجازی توی یک بازی به قول معروف مجازی یا توی روی کاغذ بحث نمیکنیم. جامعه ما مردم ما درگیر هستن با یک هیولای برآمده از قعر تاریخ جامعه ایران، ما درگیر هستیم با یک حکومت جنایتکاری که نمایندگی میکنه یک ارتجاع تاریخی رو. خب به همین خاطر ما نبرد ساده ای رو در پیش رو نداریم. این نبرد چه بخواهیم چه نخواهیم همراه خودش برای خودش الزاماتی رو به ما تحمیل میکنه. یعنی نیروی انقلابی و نیروی شورشگری که در دعوای این رژیم میجنگه نمیتونه خودش بگه که چی درسته چی غلطه. هر چی که به هر حال دشمن سفارایی میکنه برای حذف و کنار گذاشتن این دشمن هستش که ما میتونیم به هر حال راه خودمون رو پیدا کنیم. خب این رژیم یک دستگاه سرکوب داره، به اعتبار دستگاه سرکوب بشه دستگاه سرکوب بسیار بسیار خشن و جنایتکارانه داره که در تمام 44 سال نظامش روی اون سوار کرده و روی اون استوار کرده و تا این نقطه اومده. خب به اعتبار همین دستگاه جنایتکارانش هم داره باز شام میکنه قیام آماده است که بتونه قیام های بعدی رو چه کنه باش مقابله کنه و به طور مشخص سرکوب کنه. به همین خاطر اگه خیلی خلاصه براتون بخوام بگم این رژیمی که ما باش الان چنگ در چنگ هستیم با این رژیمی که الان باش ما داریم در صحنه ایران می جنگیم و به اصطلاح مشغول سرنگونیش هستیم به ما تحمیل میکنه که
در برای از بین بردن چنین رژیمی در تعادلی برابر با دستگاه سرکوب وارد صحنه بشیم. ما نمیتونیم با مسالمت در برابر یک دستگاه خشن سرکوب چه کنیم مقابله کنیم. ما نمیتونیم با خشونت پردازی در برابر یک دستگاه سر تا پا خشن سر تا با جنایتکار چه کنیم مقابله کنیم. ما نمیتونیم با شعار برای در برابر سرنگونی بیام شعارهای انحرافی رو بدیم و با شعار انحرافی این رژیم رو چه کنیم جاکن کنیم. به همین خاطر خیلی واضح و روشنه این قیام در فازی که در پیش رو داره فقط و فقط با آتش و فقط و فقط با آتش سازمان یافته و اعتبار کانونای شورشی و یک مقاومت سازمانیافته است که میتونه چه کنه پیشروی کنه میتونه تضادهای این مرحله و این مقطع قیام رو حل و فصل کنه. به همین خاطر من اگر بخوام بگم تمام دستاوردهای فاز اول قیام چگونه در خدمت این فاز دوم فاز بعدی ما به خدمت گرفته خواهد شد اینکه همه مردم ایران تمام شورشگران تمام زنان و مردان تمام جوانان ایران آموختن با گوشت و پوست و استخون لمس کردن که فقط با این رژیم برای قیام بعدی باید با آتش راه رو باز کنن. بله خب به عنوان سوال آخر رژیم مستمرن اخباری از دستگیری اعضای کانونای شورشی میده. این دستگیری‌ها چه تأثیری روی فعالیت کانون شورشی گذاشته به نظرتون؟ ببینید خب اولا خب نگاه کنید به واقعیت‌های موجود. ببینید فعالیت‌های کانون شورشی نه تنها کم نشده، روز به روز هم گسترده‌تر شده، هم عمیق‌تر شده، هم کیفی‌تر شده. من نمیگم دستگیری‌ها وجود نداشته. ولی پیامی که ما باید از این بگیریم اینه که ببین جامعه ایران شورشگران، زنان و مردان، به ویژه جوانان بعد از گذاری که از فاز اول انقلاب کردن اون مقاومتی رو، اون قبله‌ای رو که باید بهش به سمتش حرکت کنن مقاومتی رو که باید به سمتش حرکت کنن پیدا کردن. به همین خاطر کانون‌های شورشی ما ضربه می‌خورن ولی چندین و چند برابر جاشون چی میشه؟ پر میشه. به همین خاطر من اگه بخوام براتون بگم کانون شورشی جاشون داره پر میشه، پر شده و این کانون شورشی از پروسه تثبیت عبور کردن و هر چقدر ما به جلوتر میریم میبینیم که به رغم تمام واقعیتایی که در صحنه وجود داره نمیتونه مانع کارهای اونا باشه و انشالله خواهیم دید که با گسترش کانون شورشی ما بسیار بسیار راهگشایی خواهیم داشت در قیام‌هایی که پیش رو خواهیم. بله به امید اون روز. ممنونم از شما آقای محمدرضا مرادی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین. وقت بخیر.